الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مواصلان نهاية عزيز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. از برنامه احادیث احکام از حساب سمستر هفتم در خدمت شما قرار گرفتیم و خوشبختانه که رسیدیم به هفته چهاردهم و مطالب جلسه اول هم به شما تقدیم شد و حالا میپردازیم به ارائه مطالب آماده شده در جلسه دوم این هفته. عنوان بزرگ درس ما و شما هست زود و پرهیزگاری، که یک قضیه است خیلی مهم در زندگی بشر. و در اینجا باز هم بحث از حقوق اجتماعی انسان هاست. سه مطلب اساسی در اینجا آماده: بحث زهد و پرهیزگری، موضوع دوم دوری از شبهات، و سوم کمک خواستن از الله متعال جل جلاله در زندگی. حدیث اول هست، حدیث 1267 و عنوان باب هست باب الزهد والورع، زهد و پرهیزگری. این حدیث که خیلی هم مهم است، علامه ابن حجر عسقلانی رحمه الله این حدیث را در اینجا ذکر کرده، که اول متن حدیث را میخوانیم و باز انشاءالله میپردازیم به ترجمه حدیث. عن النعمان ابن بشیر رضی الله تعالی عنهما قال سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول و اهوى النعمان باصبعیه الى اذنی ان الحلال بین وإن الحرام بين وبينهما مشبهات أو قال مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه ألا وإن لكل ملك حمن الا و ان حم الله محارمه الا و ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله و اذا فسدت فسد الجسد كله الا و هي القلب. متفق عليه. ترجمه حدیث را متوجه باشیم. از نعمان ابن بشیر رضی الله تعالی عنه روایت است، در حالی که به گوشهایش اشاره میکرد، یعنی لحظه ای که روایت میکرد اشاره به گوشهای خود میکرد و گفت، یعنی اشاره کرد که این گوشهای ما شنیده، شنیده ام رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند همانا حلال آشکار است و همانا حرام نیز مشخص و آشکار است و در بین این دو امور مشتبه وجود دارد. امور مشتبه در میان این دوتا وجود دارد که بسیاری از مردم آنها را نمی دانند. پس کسی که از شبهات پرهیز کند دین و آبرویش را حفظ کرده است، و کسی که در شبهات واقع شود و پرهیز نکند قطعا در حرام واقع شده است. همانند چوپانی که گوسفندانش را در اطراف و حریم چراگاه می چراند، نزدیک است و خطر است گوسفندان وارد چراگاه بشوند. آگاه باشید که هر بادشاه حریمی دارد، ملک به معنای بادشاه. بدانید که حریم خداوند در زمین در روی زمین محرمات او هستند، و بدانید در بدن تک گوشتی وجود دارد که هرگاه اصلاح شود تمام بدن اصلاح می شود، و هرگاه فاسد گردد تمام بدن فاسد می گردد، و هان بدانید که آن قلب انسان است. این بود ترجمه حدیث و متن حدیث. حالا میریم به پیام های روایت. یک، مشتبهات چیزهایی است که میان حرام و حلال قرار دارد، زیرا دلیل صحیح و صریح درباره حرام بودن و حلال بودن آنها وجود ندارد. یعنی نه ما دلیل
صحیح و صریح واضح داریم که این حرامه و نیم دلیل واضح داریم که این حلاله. از بعضی جوانب که قیاس بکنیم اشتباه میکنه انسان که شاید این حرام باشه، ولی از جانب دیگر که سیل میکنیم شبه پیدا میشه که شاید این حلال باشه. پیام دوم، باید حلال پاکیزه را اختیار نموده و از حرام بپرهیزیم. این وظیفه مسلمانه، چون اصلا خوردنی ها و آنچه که در شکم انسان میره در همه امور و بر همه امور زندگی انسان تأثیر مثبت یا منفی خود را میگذاره. پیام سه، هر کسی میخواهد روح پاکیزه داشته باشد مکلف است از شبهه ها نیز اجتناب ورزد. و پیام چهارم، خوردنی ها در رفتار و سلوک انسان ها تأثیر خود را میگذارد. بنابراین همان گونه که اگر ما به چراگاه نزدیک کردیم گوسفندارا، شاید گوسفندا بر ما غلبه حاصل کنند و خود را داخل چراگاه بیاندازند، داخل زمین ممنوعه، علاقه منع شده. همچنین الله متعال وقتی که حرام ها را مشخص کرد، نباید ما به کارهای رو بیاریم و این کارها را انجام بدیم که سرانجام ما را به گناه بیاندازه و به گناه واقع بکنه. در ارتباط به این حدیث بحثای زیاد حضرات علما، فقها، شارحان حدیث دارن که بنده فقط همی اندازه مطالب را یادداشت کردم که اصل حدیث را ما و شما بفهمیم و بس. میریم طرف روایت بعدی، 1268. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى. أخرجه البخاري. از ابو هريرة رضي الله عنه روایت است که رسول اکرم صلى الله عليه وسلم فرمودند، پیامبر علیه السلام فرمودند بنده دینار و درهم و پارچه های گران قیمت هلاک و نابود باد. یعنی گویا پیامبر علیه السلام در حق این گونه انسانی که خود را به دنیا فروخته است دعای بد کردند، فرمودند بنده دینار و درهم و پارچه های گران قیمت هلاک و نابود باد که اگر به او بدهند راضی می شود و اگر ندهند ناراض و ناخشنود است. پیام های حدیث، گرچه حدیث بسیار واضحه، یک، نباید مسلمان دنیا و دارایی را هدف و مقصد خود بسازد که اگر از دنیا به او داده شد خوشحال بشه و اگر داده نشد غمگین و پریشان و ناراحت بشه، ناراضی باشه. دو، مسلمان واقعی کسی است که چون به او داده شود شکر می کند و اگر محروم گردد به او داده نشد صبر می کند، نه در وقت محرومیت شکوه و شکایت می کند و نه هم در وقت استفاده از نعمت خدای نخواسته گرفتار کبر و غرور می شه. حدیث بعدی هست، حدیث 1269. وعن ابن عمر رضی الله عنهما قال اخذ رسول الله صلی الله علیه وسلم بمنکبی فقال کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل. وكان ابن عمر رضی الله عنهما یقول اذا امسیت فلا تنتظر الصباح و اذا اصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لسقمك ومن حياتك لموتك. اخرجه البخاري. از عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم شانه هایم را گرفتند، بمنکبیه، و خطاب به من فرمودند در دنیا مانند مسافر و یا رهگذر زندگی کن. و ابن عمر می گفت هنگامی که شب شد پس منتظر صبح نباش و هنگامی که صبح شد پس منتظر شب نباش و از سلامتیت برای زمان بیماریت بهره بگیر و از زندگیت برای پس از مرگت آمادگی بگیر.
خیلی ها مهم است نکاتی که در این حدیث آمده. پیام های اساسی حدیث: یک، این حدیث مسلمان را به سبقت گرفتن در امور خیر تشویق می کند. پیام دو، مسلمان باید خود را در دنیا همچون مسافر و رهگذر فکر کند که خیلی زود از اینجا می رود، مثل مسافری که دل نمی بنده به آن جایی که مسافر است و می فهمه که زود از این منطقه رفته نیست. مسلمان در کل در دنیا باید همین حالت را داشته باشد. برای مسلمان آخرت مهمتر از دنیاست، لذا باید برای زندگی حقیقی تلاش کند که زندگی آخرت باشد. حدیث بعدی، حدیث 1270، و عن ابن عمر رضی الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، اخرجه ابو داود والصحاح ابن حبان. از ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که رسول اکرم صلى الله عليه وسلم فرمودند کسی که خود را با ملت با گروهی مشابه کند، پس او همانند همان ملت است، مثل همان ملت، یعنی از همون ملت به حساب می آید. پیام های اساسی حدیث: یک، هدف این حدیث در آنچه مخصوص یک ملت است خود را مشابه آنان بگرداند، یا میشه گفت که هدف این است، یعنی هدف حدیث این نیه که مثلا در خوردن و نوشیدن هم خب ما مشابه میشیم. هدف حدیث این است که فرد در آنچه مخصوص یک ملت است خود را مشابه آنان بگرداند، مثلا که شعار شده برای اونها، جزء خصوصیات آنهاست. و پیام دوم، کسی که خود را مشابه گروهی گردانید از آنان شمرده شده و به عذاب آنان در دنیا و آخرت گرفتار می شود. و پیام سوم، مسلمان باید در همه امور خود را مشابه عموم مسلمین گردانیده و از اختیار کردن شباهت دیگران اجتناب ورزد و دور باشه. آخرین حدیثی که ما در این درس خود و در این جلسه تهیه و آماده دیده ایم، حدیث 1271 یا 1271 است. و عن ابن عباس رضی الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. از عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما روایت است که روزی پشت سر پیامبر صلی الله علیه و سلم سوار بودم بر مرکبه، فرمودند ای پسر، یعنی خطاب به من گفتند که من نوجوان بودم، احکام خدا را رعایت کن، دین خدا را رعایت کن، الله را در نظر داشته باش، خداوند تو را حفظ می کند، تو را نگه می دارد، یعنی از هر بلا و مصیبت، خدا را یاد کن، او را در برابر خود می آبی، یعنی هر جا مشکل مواجه بشی الله تو را حمایت می کنه، هرگاه چیزی خواستی فقط از الله بخواه، و هرگاه طلب یاری و کمک خواستی فقط از خداوند طلب یاری کن. پیام های اساسی حدیث: یک، التزام و پایبندی به احکام شریعت خیر دنیا و آخرت را به دنبال دارد. پیام دوم، هر کس می خواهد دعایش قبول شود باید طاعت را اختیار کند، یعنی مطیع و فرمانبردار پروردگار باشه و راه عبادت و راه طاعت را در پیش بگیره. و پیام سه، انسان باید حاجات خود را فقط از الله متعال بخواهد، نه از کسی دیگر،
نه از معبودی از معبودهای ساختگی دیگر که این جزء توحید و یکتاپرستی است و این خیلی ها در زندگی مسلمان مهمه. و چهارمین پیام، مسلمان باید تنها از الله متعال یاری و کمک بخواهد، فقط او یاری دهنده است. ما وقتی که نماز میخوانیم در هر رکعت میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص تو را عبادت میکنیم و خاص از تو کمک میخواهیم. پس عبادت هم باید تنها برای الله متعال باشه و استعانت و یاری جستن هم فقط برای الله متعال باشه، از الله متعال باشه، از هیچ کس و از هیچ چیز دیگر نباشه. این بود آخرین حدیثی که خدمت شما توضیح داده شد از جلسه دوم هفته 14 ما و شما. الله متعال به ما توفیق درک و فهم درست عنایت کنه و ما را توفیق ببخشه که همیشه به سنت ها پایبند باشیم و از همه بدعات دور باشیم و در زندگی خود هیچگاه خود را مشابه اقوام و ملت های دیگر نسازیم، بلکه سعی بکنیم به سنت های پیامبر علیه السلام پایبندی داشته باشیم. و صلی الله تعالی و سلم علی سیدنا و مولانا محمد و علی آله و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.